عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. ممنون از اینکه نگاه خاص و ویژه خودتون رو اختصاص دادین به تماشای برنامه اینفوگرام از کانال بهراد کیان. ضمن اینکه باید اعلام بکنم، من یک رینگ لایتی تهیه کردم که امیدوارم کیفیت تصویرم رو به شکل مطلوب تری به شما عزیزان برسونه. به موضوع اصلی برنامه خواهیم پرداخت و اون این هستش که خب البته این موضوع شامل دو جبهه و دو جهته که حتما راجبش صحبت خواهم کرد، ولی اصل موضوع اینه که چرا با توجه به اینکه تعداد زیادی از مسئولین مملکت ممکنه دارای اون کفایت لازم، کارآمدی لازم نباشن و بعضن با افرادی مواجه هستیم که خیلی صریح و راحت به مخاطب خودشون دروغ میگن، ناکارآمد هستن، مسئولیت کرده های خودشون رو بر عهده نمیگیرن و با این وجود خشم و نفرت مردم به اندازه و حدی نمیرسه که بخوان یک دگرگونی ساختاری یا انقلاب به اون معنی که به هر حال در ادبیات سیاسی و ادبیات بین الملل وجود داره دست بزنن. ببینید عزیزان، در سال گذشته مردم ایران به دلیل اعتراضات گسترده که نسبت به خیلی از مسائل به ویژه مسائل اقتصادی داشتن، آمدن به خیابان‌ها، اعتراضاتی رو هم مطرح کردند. البته مرگ مهسا امینی هم مزید بر علت شده بود و واکنش‌های نافرمانی‌های مدنی رو هم از به ویژه جامعه بانوان کشورمون دیدیم که به هر حال اینها حجاب از سر برداشتند یا پوشش‌های نامتعارف با آنچه که در قوانین موضوع ایران بود رو انتخاب کرده بودن. و البته خب حکومت هم با توجه به اون بحران و شرایط بحرانی که درش قرار گرفته بود سعی کرد که کجدار و مریض این برهه و این پروسه رو طی بکنه. اما سوال اساسی این هستش که چرا اون اتفاق و اون جریان اعتراضی فروکش کرد با وجود اینکه بیکفایتی ها و ناکارآمدی ها در داخل ایران که از بین نرفته و مردم هم که نسبت به گذشته رضایت پیدا نکردن. به هر حال همچنان ما تورم داریم، مشکلات اقتصادی داریم، هزار و یک جور گرفتاری و دروغ و چپاول و رانت و ویژه‌خواری در کشورمون دیده میشه و اخبارش هم حتی از طریق رسانه‌های داخل کشور داره منتشر و منعکس میشه. اما سوال اساسی اینه که چرا مردم متوقف شدن یا حداقل سکوت کردن پس از مدتی که از اعتراضاتشون گذشت؟ چند تا پاسخ به این پرسش میشه داد. اول اینکه بله، به هر حال مردم رو سرکوب کردن، برخوردهای سلبی شدیدی رو نسبت به معترضین داشتند، خیلی‌ها رو دستگیر کردند، بعضن اعدام کردند یا با تیرهای ساچمه‌ای مصدومشون کرد و این باعث شد که مردم خانه نشین بشن. من این قرائت و روایت رو نمیپذیرم، نه به این معنی که این کارها صورت نگرفته، به این معنی که وقتی که خشم و نفرت مردم از یک ساختار سیاسی فراتر از یک میزانی میره، دیگه توپ و تانک و مسلسل هم جوابگوی اعتراضات مردمی نخواهد بود. اگر مردم به این نتیجه برسن که تغییر الزامی است و قابل تحققه، طبیعی است که دیگه در چنین شرایطی کوتاه نخواهند اومد. آن چیزی که باعث شد مردم متوقف بشن، جدای از بحث نفوذ در اپوزیسیون و حرفا و اقدامات و کجروی هایی که صورت گرفت، بی انگیزگی رهبری اپوزیسیون یا حداقل بخش قابل توجهی از اپوزیسیون بود. ما چه مطلوب نظرمون باشه چه نباشه، به هر حال آقای شاهزاده رضا پهلوی یکی از اصلی ترین رهبران جریان های اپوزیسیونی خارج از کشور هستند. اما نکته اساسی و اصلی چیه؟ اینه که ایشون اصلا انگیزه حضور به عنوان رهبر رو ندارن. شاید اگر بخوام خیلی با لحن جدی تری و نقادانه تری نگاهم رو بگم، ایشون اصلا رهبری رو بلد نیستن. در فضای ذهنی ایشون رهبری معنا نداره. چرا معنا نداره؟ به دلیل اینکه ایشون به هر حال اون راحتی و اون شاخصه های
صمیمانه که در خانواده خودشون بین دوستانشون دارن رو ترجیح میدن به اینکه بخوان در کالبد یک رهبر، یک لیدر فعالیت بکنن. و حالا حتی با وجود احیانا نگاه مثبت مردم نسبت به خودشون، بیان و پادشاه بشن یا سلطنت بکنن یا چیزی شبیه به این. ایشون سال هاست که با به صورت محسوس و غیر محسوس داره میاد به مردم میگه که آقا اصلا من این کاره نیستم یا نمیخوام هم باشم. خب یادم مصاحبه ای رو از ایشون چندین سال قبل میدیدم که میگفت آقا من دلم لک زده بود، که یعنی همواره به ویژه در دوره نوجوانی و جوانی که در ایران بودیم، دلم لک زده بود که با یه رفیقم برم توی ساندویچی بشینم، مثلا ساندویچ همبرگر بخورم، یا مثلا با دوستم قدم بزنم مثل هر آدم عادی در خیابان‌های شهر. و خب اون پروتکل‌های خاص سیاسی باعث شده بود که خاندان سلطنت و خانواده پهلوی محروم باشن از این میزان آزادی عمل. و حالا بخشی از اون محدودیت ها پس از پیروزی انقلاب و خاصه مهاجرت ایشون به آمریکا برطرف شد، و سبک و استایلی که آقای پهلوی برای خودشون و برای خانوادهشون میپسندن اینه که بتونن با رفقاشون رفت آمد داشته باشن، در کنار خانواده یک فضای گرم و صمیمانه رو تجربه بکنن. اصلا ایشون آدم سیاست نیست. شما در ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه مصاحبه اخیر آقای شاهزاده رضا پهلوی با اون رسانه انگلیسی زبان آمریکایی متوجه شدید که ایشون عملا داره میگه که آقا من چرا باید بیام این کارو بکنم؟ مردم باید تصمیم بگیرن، مردم باید خودشون اقدام بکنن. بله، ولی مردم زمانی دست به تصمیمات جدی میزنن که یک آلترناتیوی وجود داشته باشه. مردم بیان انقلاب بکنن، ساختار سیاسی فعلی رو منحل بکنن، مزمحل بکنن، که کی جاش بیاد؟ مجاهدین خلق؟ یا آدمی که میگه اصلا آقا من این کاره نیستم، منو اشتباه گرفتین؟ یا افرادی که از جانب ایشون اظهار نظر میکنن و بعضن از هزار تا دیکتاتور دیکتاتورترن؟ من قائل به این هستم که آقای شاهزاده رضا پهلوی فرد دیکتاتور و مستبدی نیست. اصلا روحیه ایشون و شخصیت ایشون اینگونه نبوده و نیست. حالا اینکه در آینده و تغییر فاز و فضا چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اون بحث دیگری است. و از اون بدتر اینکه ایشون قابلیت مدیریت و کنترل اطرافیان دیکتاتور خودش رو نداره. من معتقدم بین اقتدار و دیکتاتوری یک فاصله معناداریه. اینکه شما آدم مقتدری باشی با اینکه دیکتاتور باشی، بینش تفاوت باید قائل بشی. ایشان نه تنها دیکتاتور نیست، که البته این جزء خصایص مثبت تلقی میشه، اما آدم مقتدری هم نیست. تغییر رویه ایشون در جریان حوادث سیاسی سالیان گذشته رو ببینید. مصاحبه آقای شاهزاده رضا پهلوی رو فکر میکنم با آقای نادر رفیع بعد از به قدرت رسیدن اصلاحات در ایران باید ببینید که ایشون چگونه دل میبنده به اصلاح امور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. خب چنین آدمی نمیتونه بیاد رهبر اپوزیسیون باشه یا آلترناتیو جمهوری اسلامی باشه. هرچند که در همون مصاحبه قدیمی میگه نشانه های از اصلاحات رو پس از گذشت حدود مثلا 2 سال یا 3 سال از دولت آقای خاتمی میگه مشاهده نکردیم، اما همچنان سعی میکنه امیدوارانه به شکلگیری اون فاز اصلاحات در ایران نگاه بکنه در دوره خودش. بعد در سال 88 ایشون دستبند سبز به دست میبنده و در حرکت نمادین معترضین به انتخابات سال 88 خودش رو در اون کتگوری و چارچوب میگنجونه، به نوعی حامی آقای موسوی و کروبی میشه، افرادی که همین الان در همین شرایط فعلی که قرار دارن تا بن دندون مخالف آقای پهلوی پدرش و پدر بزرگش هستن. و بعد در همین ماهای اخیر، سال اخیر، گرفتار مسیح علی نژادی میشه که این روزها بدل خانم سوزان روشنه. یعنی اگر شما کلیپ اخیری که خانم مسیح علی نژاد منتشر کرد رو در صفحشون دیدید، که ایشون یه لباس سفید توری مانندی پوشیدن و دارن آواز میخونن و
و این دیگه نهایت اضمحلال اپوزیسیون خارج از کشور رو نشون میداد، چون اینا همشون خودشون رو رهبر و لیدر میدونستن. اینا میرفتن با امانوئل مکرون دیدار میکردن، اینا میرفتن با رؤسای پارلمان کشورهای اروپایی دیدار میکردن، و حالا ایشون نشسته کف زمین داره نمیدونم ای قشنگ تر از پریا میخونه. خب اینا چجوری باید بیان به شما بگن که ما نفوذی هستیم؟ اینا چجوری باید بیان بگن که آقا ما آمدیم تا جایگاه و شأنیت و شخصیت شما رو نابود بکنیم؟ و تازه بعد از 6-7 ماه و منشور بازی و ائتلاف بازی تازه ایشون اومد گفتش که نه، از این مرحله به بعد من دیگه نیستم. خب ما با یه آدمی طرفیم که این آدم میتونه آدم خوبی باشه، شاید آقای شاهزاده رضا پهلوی از خصایص و ویژگی های انسانی بسیار والایی برخوردار باشه، اما ایشون مناسب با مسئولیتی که خیلی از اطرافیانشون تلاش میکنن گردنش بندازن نیست. ایشون قادر به اخذ اون مسئولیت هم نیست. حالا همین الان باز یه سری آدم میان شروع میکنن فحاشی کردن، که اینا خودشون نشون دهنده این هستش که اگر روزی روزگاری حتی آقای پهلوی هم بیاد به قدرت بشینه، این آدم ها از اون آدم دموکرات و آزادی خواه یک هیولا خواهند ساخت، یک دراکولا از اون خواهند ساخت. چون آدم هایی که امروز شروع میکنن فحاشی کردن، کامنت های منفی گذاشتن که آقا شما این حرفایی که داری میزنی مزدوری، جانی، جاسوسی، چه هستی چه نیستی، خب اینا یعنی چی؟ یعنی اینا اگه پس فردا به قدرت برسن شما رو میبلعن. کافی کوچکترین تفاوت دیدگاهی با این گروه و این فرقه داشته باشی تا نابودت بکنن. و من اصرار آقای پهلوی به مصاحبه های پی در پی و بیان این که مردم خودشون باید کار خودشون رو پیش ببرن، اونا باید منو بخوان، اونا باید فلان کنن، اونا باید بهمان کنن رو نمیفهمم. آقا اگر شما نمیخوای لیدر باشی خب نباش دیگه. مصاحبه کردن های پی در پی شما چه معنی رو میده؟ اصولا مصاحبه کردن با رسانه هایی که اینها همین چند ماه پیش میلیون ها دلار، یعنی کشورشون و دولتشون میلیون ها دلار از اموال و به قول معروف مبالغی که بلوکه شده بود از دارایی های کشور ما رو آزاد کردن و به مسئولین جمهوری اسلامی بازگردوندن، اینا هیچ کدوم نشانه نیست برای اینکه شما بفهمید که دولت فعلی آمریکا، حتی دولت سابق آمریکا و تمام رسانه‌هایی که به نوعی وصل هستند به جریان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فضای سیاسی به ویژه کشور آمریکا، اینا اصلا شما رو دارن به قربانگاه میارن و با هر پرسش، با هر سوالی که ازت میپرسن شما رو دارن ذبح میکنن. و شما درست مثل یک بچه درسخون مدرسه‌ای یکی یکی اون سوالها رو جواب میدی و خودت رو از سکه میندازی. من بارها گفتم من موافق حکومت پهلوی به معنی اینکه براش هیچ گونه نقدی قائل نباشم نه نیستم. من اصلا حکومت پهلوی رو شاید در زمانش اگر زندگی میکردم بر نمیتابیدم و علیهش هم بر میخواستم. اما مخالفت من یا نقد من نسبت به یک سیستم سیاسی اولا به معنی این نیستش که همه اقداماتش رو بخوام رد بکنم، چون این اصلا دور از عقلانیت. طبیعتا در حکومت پهلوی اقدامات بسیار درستی هم صورت گرفته، توسعه، ارتقای صنعتی و و مسائلی از این دست رو ما باهاش مواجه بودیم. قطعا در دوره قبل از انقلاب هم مسئولین کارآمد، باسواد و وطن پرست و وطن دوستی رو ما داشتیم در کشورمون. حتی اگر بخوایم با دیده اغماز نگاه بکنیم، خود شخص محمد رضا شاه بسیار فرد میهن دوستی بود و استراتژی هایی هم که برای توسعه کشورمون داشت رو داشت به اون سبک و سیاقی که مد نظرش بود پیش میبرد. حالا من نوعی ممکنه با اون سبک و سیاق خیلی همخوان و همگن نباشم، نقد داشته باشم نسبت به اون مدل از این توسعه که ایشون داشت پیاده میکرد، یا حتی اون نوع مواجههی که ایشون با مخالفین خودش داشته.
اما مخالفت و نقد سیستم گذشته یک به معنی تایید شرایط فعلی و سیستم جایگزین یعنی سیستم جمهوری اسلامی نیست و نه به معنی نادیده گرفتن اقدامات مثبتی که در اون دوره رخ داده. اما ما باید حقیقت رو بپذیریم و قبول بکنیم که ایشون یعنی آقای شاهزاده رضا پهلوی تناسبی با رهبری یک جامعه ندارن. حتی من احساس میکنم که اگر زمان حکومت پهلوی و عمر این سلسله ادامه پیدا میکرد و ایشون بعدها به قدرت میرسیدن، ما با یک اتفاقات بسیار بسیار مخربی در ساحت سیاسی کشورمون بیش از آن چیزی که حتی رخ داد مواجه میشدیم. چون حداقل محمد رضا شاه سعی میکرد اقتدار پدر رو در قالب پادشاه حفظ بکنه. شاید از اون کاریزمای ذاتی رضا شاه برخوردار نبود، از اون اقتدار ذاتی رضا شاه برخوردار نبود، اما در ظاهر و در رویه عملی سعی میکرد که به نوعی از اقتدار رو به نمایش بگذاره. آقای پهلوی اصلاً ضد اقتداره، یعنی نه تنها ایشون تمام تلاشش رو میکنه که به عنوان چهره مقتدر دیده نشه، بلکه حتی داره تمام سعی و تلاشش رو مبذول میداره که به عنوان یک لیدر هم او رو مورد اعتنا قرار نده. همواره سعی کرده این رو بیان بکنه که آقا من یک شهروند عادی هم مثل همه مردم، که حالا ممکنه بنا به پیشینه سیاسی و خانوادگی که داشتم برخی نسبت به من احترام ویژه قائل باشن، اما حضرات پادشاهی خواه، طرفداران سامانه پادشاهی یا گروه های این چنینی دارن تمام تلاششون رو میکنن که به جای اینکه از یک کادرسازی درست برخوردار باشن، به جای اینکه یک مکانیزم اعتراضی و انتقادی مطلوب و درست رو طراحی بکنن، تمام فکر و ذکرشون شده اینکه چجوری ماسمالی بکنن اظهارات آقای پهلوی رو. یعنی ایشون به محض اینکه یه مصاحبه ای رو با یه رسانه ای انجام میده، فقط یکی دو ماه طول میکشه که طرفداران سینه چاک ایشون بشینن و ماسمالی بکنن حرفایی که آقای پهلوی زد. نه، این که اینجا اینجوری گفتن منظورشون اون نیست، منظورشون اینیه که ما میگیم. اون جمله‌ای که اونجا در اون مصاحبه اعلام کردن منظورشون این نیست که ایشون نمیخوان رهبر باشه، منظورشون اینه که ما نمیخوایم ایشون رهبر باشه. یعنی مدام در حال فرافکنی، ماسمالی کردن اتفاقات و حقنه کردن ایشون به معترضین داخل کشور. و از اون اسفبارتر این که دیده میشه، میگن مردم ایران الان به آقای شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر اعتماد کردن. آقا ایشون زمانی هم که اومد گفتش که آقا هشتگ بزنید من وکالت میدم، 300-400 هزار نفر شرکت کردن. یعنی از تعداد هشتگ هایی که برای حسن ریوندی مردم توی فضای اینستاگرام می زدن، تعداد هشتگ هایشون کمتر بود. زمانی که ایشون در همین 25 شهریور فراخوان داد مردم بیایید، نمیدونم در سال روز در گذشته مهسا امینی، کی اومد؟ بعد که مردم نیومدن، طرفدارانشون گفتن خب مردم بیان که بکشنشون. خب اگه شما چنین دیدگاهی رو دارید اصلا چرا فراخوان دادی؟ یه سری رسانه هم هستن که البته به هر حال دارن اونا فعالیتشون رو میکنن، نگاه های مختلف رو بررسی میکنن، ایرادی هم نداره. اما باید صادقانه با مردم برخورد کرد. ضمن این که حتما حالا این نکته رو تا اینجا براتون شرح دادم، امشب اولین قسمت از مستند آقای پرویز ثابتی ظاهراً از شبکه من و تو پخش میشه. اینطور که من از لایو شب گذشته آقای امید خلیلی تجریشی و تهیه کننده این مستند متوجه شدم، قرار هستش که آقای پرویز ثابتی رو سفید بکنن. من امشب سعی میکنم در پایان
قسمت اول مستند آقای پرویز ثابتی که از شبکه من تو پخش میشه، اگر تونستم یک برنامه کوتاهی رو در یوتیوب برای شما عزیزان تهیه بکنم. امیدوارم که حقایق تاریخی آنگونه که رخ داده در قالب این مستند مطرح شده باشه و صرفا انگیزه های سیاسی و حزبی و جناحی مثل همون چیزی که ما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میبینیم دخیل نبوده باشه. در هر صورت این برنامه رو تهیه کردم، یکی دو روزی هم نبودم، امیدوارم که بتونم مجددا تقریبا هر روز براتون تولید برنامه و تولید محتوا داشته باشم. من هم یه آدمی هستم با یک سطح تحصیلات متوسطی، مدرک تحصیلیم فوق لیسانس هست، در رشته حقوق و علوم ارتباطات تحصیل کردم، یک حد و اندازه‌ای هم برای خودم قائل هستم که بیام نظرم رو اعلام بکنم. بنابراین دوستانی که میگن تو کی هستی، از کجا اومدی، نمیدونم، تو اصلا حق نداری اظهار نظر بکنی، تو به چه حکمی داری راجع به مسائل مختلف حرف میزنی، من هم مثل تک تک شما عزیزان به عنوان یک شهروند ایرانی راجع به کشور خودم، مسئولین کشور خودم و دغدغه هایی که دارم این حق رو باید داشته باشم که اظهار نظر شخصی خودم رو بکنم. شما میتونید با من موافق باشید، میتونید مخالف باشید، بهتره که حرفای همدیگر رو بشنویم و اون قسمتش رو که میپسندیم به هر حال مورد قبولمون قرار میگیره، اون قسمتی رو هم که نمیپسندیم اگر مستدل بود میتونیم راجبش بیشتر فکر بکنیم، بیشتر مطالعه و تحقیق بکنیم، اگر هم نبود که میذاریمش کنار به همین راحتی. خب بیشتر از این دیگه وقتتون رو نگیرم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.